بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کله کوم تاسو ته راغلاس ویم آغاز روز خبرونه تا درنو لیدونکو دا ورځ په مهمو موضوعاتو باندې بحث او خبرې اترې لرو ل خپل درنو میلمنو سره چې اړتیا هم اوس مهال چې یو څه ناسو وضعیت په افغانستان کې په یو شمیر ولایتونو کې ترنګلې بلل کېږي د امنیت له پلوه لاملونه څه کېدلی شي دا چې تیره ورځ هم د غور تولک او د بلخ زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویدي یعنی کابو په یوې میاشت کې څه باندې شل ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي خو افغان حکومت تل یادونه د دې کړې ده چې دوی تاکتیکي شاتګ کړی دی هغه هم پر دې خاطر باندې چې ولسونو ته مرګ ژوبله وانوړي خو اساسي پوښتنه دا ده چې رښتیا هم د پوځي لارو چارو کې تاکتیکي شاتګ په کومو وختونو کې لازم او ضروري ده او هغه عملیات چې بیا د دغو ولسوالیو نیولو لپاره ترسره کیږي نو دلته د ولسونو د مرګ ژوبلې نه چې مخنیوی کیږي نو څه ډول اقدامات باید وشي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي حکیم تورسن د سیاسي چارو له شنونکي سره چې همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی تورسن صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ هر جا سلام خدمت شما و کارکنان شما و بیننده های نهایت عزیز و گرامی دارم مننه کور موعدان چیز موک بلنه مومن لاخاغل تورسان غالم پا لومنی سر که پروان امنیتی وضعیت پا طول هیواد که لطاسی سا خوابرم چه ریختیا هم وضعیت لطیر سر چنگ پرتلک ولش و چنگ ارزی بی کوو متاسفانه که نسبت به گذشته ها هر روز ما شاهد نامنی های بیشتر شده رفتیم و همچنان حتی بیشتر از 20 ولسوالی ما قرار کمی امشب هم آخرین ارقامی که من شخصا خودم دارم 22 ولایت 22 ولسوالی سقوط کرده که او را نامش گذاشتن به حساب عقب نشینی تکتیکی که من تعجب میکنم که عقب نشینی تکتیکی چی مفهوم و ما از لحاظ نظامی که خدمت عرض بکنم ممن حیث یک نظامی ما یکی پوسته های سیار داریم و یکی پوسته های ثابت پوسته های سیار که موقتا در یک مسیر را ایجاد میشه به خاطر از اینکه دشمن نفوذ نکنه در حجه و یا مزاحمت های خلق نکنه و این پوسته های سیار میگن که بعد از ارزیابی و تلاشی و یا سایر وظایف که وجود داره دوباره زمانی که زیر تهدید قرار میگیره از لحاظ نظامی چون موضع ثابت نداره بناهن ای را میتونن که عقب نشینی بکنه یعنی تکتیکی عقب نشینی بکنه ولی پوسته های ثابت که ولسوالی ها هست و سایر نهادهایی که با ولسوالی ها و ولایات ها موجود است خب این هم ممکن هست که به حساب عقب نشینی تکتیکی شود برازی که سلاح و مهمات به دست دشمن نفته و در پالوش تلفات نظامی های تلفات سربازا و افسرا کاهش بیفته و یا اصلا صورت نگیره که متاسفانه که ما ایره نامش گذاشتن که عقب نشینی تکتیکی در هر ولسوالی ما که سقوط میکنه هر پوسته ما که سقوط میکنه به دست مخالفین حکومت میفته بیشتر از 20-30 نفر ما تلفات داریم بیشتر از 20-25-30 نفر اسیر داریم تماما تجهیزات نظامی به دست مخالفین میفته آیا ایره میتون نام برد از لحاظ نظامی که نهایت شرم‌آور است که عقب نشینی تکتیکی و یک تعداد از سخنگویا هم نهایت بی‌شرمانه و یک تعداد از اراکین بلندپایی حکومت هم نهایت بی‌شرمانه میگن که عقب نشینی تکتیکی میپذیریم عقب نشینی تکتیکی تان تایید میکنیم زمانی که تلفات نبینه ما هزار سلام به او سرباز هزاران سلام به او سربازان و افسران ما که واقعا جان بازانه جانهای شیرین خود به خاطر دفاع از حاکمیت ملی تمامیت ارضی نوامیس ملی و دفاع از نظام قربان میکنن هزار سلام هزار سلام بر هر تک تک از اونا که در ولایت‌های مختلف در پوسته‌های مختلف در دفاع از کشور خود و مردم خود قرار دارند هزار سلام و احترام میکنم
و کسایی که شهید شدن خداوند بنیاز اونا را شهادتشان قبول و روحشان شاد بگردن. بله خو خغل ترتن په بخنی سره غواړم یو پوښتنه مطرح کما اوس محل که چیرته رښتیا هم لا ولسوالی څخه تاکتیکی شاتګ یادونه تر سره کیږي نو طبعا په نظامی اصول کې هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه لارو چارو کې یا دغه وختونو کې دوی دا کار کولای شي خو اوس مهال یو څه چې بل هم دلته یادونه کیږي په ځینو ځایونو کې پرته له مقاومت څخه ځینې پوستې خوشې کیږي وسله والو طالبانو ته او د دوی تر کنټرول لاندې راځي نو څه فکر کوئ چې رښتیا هم ولی دغلته پرته له مقاومته د دغسې یو کار ترسره شي آیا د جګړې مدیریت اوس مهال موږ و تاسې په کوم حد کې لیدلی شو متاسفانه که ای عمل قصدی است ای تنها امروز نیست که نیروهای خارجی از افغانستان برآمدند از سال 2014 بدی طرف نیروهای خارجی در عملیات ها به شکل مستقیم یعنی پیاده شرکت نکردند و صرف حمایت هوایی داشتن باز اوقات که حمایت میکردن ولی چرا هو زمان ها پوسته های ما سقوط نکرد چرا هو زمان به حساب همی عقیب نشینی که استعلای همی عراقین از عقیب نشینی تکتیکی صورت نمیگرفت که همروز چنین به حساب عقیب نشینی ها صورت میگیره ولسوالی ها سقوط میکنه پوسته ها به دست مخالفین حکومت مفته طبیعی است که اینجا دست های کار میکنه و از یک طرف به حساب یک تعداد القهاتی است که نمیخواید صلح در یک کشور بیاید و مردم افغانستان تهدید میکنن یعنی به این مفهومه که این دیگه طالب آمدنی است و همگی شما را به قتل میرسانه و کشور را نابود میکنه بناهن از این جمهوریت قلابی حمایت بکنین از ما 5-6 نفره که کل ملت در گرو خود گرفتیم که چور میکنیم، چپاول میکنیم، غارت میکنیم و فساد میکنیم شما از ما حمایت بکنید در غیر از او طالب مه شما قبول بکنید که رویه آنقدر به حساب تغییر کرده علیه ازی حکومت که تا مردم ترجیح میته میگه به هر صورتش خیر طالب به قتل و قتال کاسته شوه جوانای ما کشته نشه، اولادهای ما به حساب اسیر نشن و کشته نشن که این بنفع خودم این نظام هم نیست من تعجب میکنم خب این که یک تعداد القهات دیگه به نام های مختلف هم یک تعداد افراد مسلح ساختن کجا هستی لاف و پتاقی که میزدن و هر روز میگفتن که ما حتی نظام از بین میبریم و تهدید میکردن ملت و حکومت خوده کجاست همی کسایی که در مقابل به حساب مخالفین برن ایستادگی بکنن و یا هیست که در میز مذاکره برن صادقانه و عاشقانه بشینن و یک تفاهم برسن تا مردم افغانستان از این شرایط و از این حالت نجات پیدا بله خو خغل ترتن اوس محل که ده نریوال و سرتیرو ده و تو مسئله لیوی خواست خراب اخلو ده جگلی شدت لبل خواست خواه و همدار از دسول خبری پا دوهی که لا هم ورته لابی که گی ترسو دلتا پر مختق وشی او پا بیل او مسئلو بانی باس و خبری آتری وشی خو نلیوال که چیرت ده و تو پا حال که هم دی تل یه یادوانه کردی چه لافغان زوکنو نبا دوی خپل ملاتر تا دوام ورکوی خو داغم ملاتر منگو تاسی رختیا هم پا کمه کچه که بلله شو حال دا چه ورست تر بله مگ ولسوالی ده وصلوال و طالبانو تر کنترول لند رزی اما دلتا ده نلیوال و حضور یا هم ده دوی مسئولیت چه که دلشی چه باید چه وکری؟ روفی صاحب عزیز من یک چیز خدمت عرض به عرض برسانم یعنی که من شخصا خود من هیچ کشور را ملامت نمی کنم نه ایران نه پاکستان نه آمریکا نه چین و روسیه و هیچ کشور را تماما ملامتگی متوجه خود ماست ما باید دست به دست هم بتیم ما باید مسئولیت احساس بکنیم نسبت به کشور و مردم خود و همگی مردم به خصوص حکومت منتظر عزیز که امریکایی‌ها بیاید حتی بینی اولاداشان هم پاک بکنه به لحاظ خدا یک کشور ماست و اینجا ما احساس مسئولیت بکنیم ما اینجا احساس مسئولیت داریم که چطور از اینمی روند و از اینمی پروسه و از اینمی چانسی که به حساب در اختیار ما گذاشته شده یعنی پروسه صلح و
راه جنگ هم ناممکن است که ما از راه جنگ نه طالب ها میتونن از راه جنگ در حرکی قدرت تکیه بزنن و نه حکومت میتونه که از راه جنگ و ناامنی و به حساب تعصبات و مسائل قومی و ملیتی را دامن زدن و ایجا بتانه بالای حکومت بالای گرده های مردم حکومت بکنه. بناهن فقط در ایجا بر مردم افغانستان و بر همه سیاسیونه که یک تعداد خود به حساب که ما بارها گفتیم روفی سه ما با هیچ کس با هیچ تیم با هیچ حزب با هیچ رهبر به حساب مخالفت یا دشمنی شخصی ندارم. حقایق است که میگم، حقایق است که گفتیم. بازم تاکید میکنم که اینا هم تماما اینمی هست و بود خدا در همی جنگ میبینن. اینا هم نمیخواهند و از یک طرف به نام شورای مصالحه وجود داره و از یک طرف به نام شورای دولتی یک نهاد را میخواهند بسازند. بازم به اون شورای مصالحه که در رأسش آقای عبدالله اینمی افراد اشخاص است و در شورای حکومتی یا دولتی را که ایجاد میکنن هم امی افراد است. پس این دیگه مردم افغانستان آیا توهین به مردم افغانستان نیست که اینمی چهار تا غاصب فاسد و مفسد راهزن و چپاولگر و غارتگر و فساد پیشه که در طول 20 سال با سرنوشت کشور و مردم ما بازی کردن و از مردم ما قربانی گرفتن و مردم ما را بنامهای مختلف فریب دادن و امروز مردم ما را تک و تنها گذاشتن و نه حمایت میکنن و فقط همشان حرف میزنن و در تلاش ازی هستن که چطور بتانن باز هم مردم بیچاره و بیگناه ما را فریب بدن بنام ملیت، بنام مذهب، بنام قوم، بنام اینهان و اونا قربانی بدن تا سرمایه های که از خون امی ملت به دستشان آمده از چپاول و غارت از کمک های جامعه جهانی همه گیره اینا را حفظ بکنن. بله خو خقل ترسن اوس محل وضعیت منگو تاسی که چیر تیر سر پرتلک رو یا هم در اطلون کی پارون چه حیث یو داس تزمینشتون نلری چه پا افغانستان که در اکتیا هم جگره پای عمومی که امریکا شل کلن ماموریت پای ترسوین و پدغ پای که هم دیده یادوانه کوی چه دخپل لوطل و روز تا پا افغانستان که وضعیت نشی تزمینه ولی چه چه بکیگی. خواستاسی خبر داده چه طالبانو لامریکا سر یو تلون لسلی که آیا ده تلون لمخی چه پا کم و مواردو بانده حوک را ترسر شوی و رسنیز شول پا دیه که دوار و خواه خپلی نیمگرتیاوی درلو دلی دی. خو نن روز کم بدبختی پا افغانستان که روانی دی نو یوش میشنون که همه غطرون تا اشاره کوي چې افغانستان پکې حضور ندرلو ده ممکن دغسی یو وضعیت باندې صلاح شوی وی لکه څنګه چې اوس مهال په هیواد کې حاکم دی چې طالبان به بالاخره یو شمېر ولسوالۍ نیسي او بالاخره له یو قوي ادرس نه به له حکومت سره خبرو ته ظاهریږي. نو څه فکر کوي ستاسې اند څه دی چې رښتیا هم له امریکا سره د شوي تړون مواد چې یو څه ناڅه پټ پاتې شول خپل افغان حکومت په جریان کې کې نه ښودلی شو او نن ورځ موږ تاسې دغسې یو وضعیت ته رسېدلی یاستو پایله دې څه کیدلی شي دغه هر څه؟ ببینین جانم من و مخاطب من هم طالب ها هست و هم حکومت افغانستان. با طالب ها هم میگم که اینمی کشور ما هست و اگر شما میخواین که در آینده من مطمئن استم که نه جهان و نه مردم افغانستان میخواه که طالب ها قدرت مطلق به حساب بگیرن به نام حمارت گیره نه دنیا میخواه نه مردم افغانستان حتی خود طالب ها هم هیره درک کردن که نمیتونن به تنهایی حکومت بکنن و یا مردم از زیر فشار بگیرن و هم بر ازمی حکومت فاسد میگم که به لحاظ خدا ای آخر شما تاریخ دارین اگر به خدا که باور ندارین به مردم باور ندارین آخر از خود یک تاریخ و بانن که مو بچه هایتان نواس هایتان به حساب از نام شما خجالت نکشه و شرمنده نشه و در هر محفل و مجلسی که بشینه مورد تنفر و توهین و تحقیر قرار نگیره. بناهن باید دست به دست هم بتن و من برای طالب هم میگم طالب زمانی که یک ولسوالی را میگیری خب اوجه که و مو ولسوالی را که میگیری چرا عریق میکنی چرا در میتی چرا همه تحصیلات تو از بین میبری آخر خود تو در همو ولسوالی که به حساب خودت به
حاکمیت میکنی، خوج ولسوال کار داری، میز کار داری، تعمیر کار داری، چوکی کار داری، قرطاسیه کار داری، موتر کار داری. نسوزان سرمایه ملی مردم افغانستانه، نکش سرباز از این وطنه. او آخر همگی مسلمان است، خود شما هم خوب میفهمین، هم شما مسلمان، هم هی طرف مسلمان. تابکه برادر کشی. و اگر با این حکومت شما نمیخواین که ما ایره هم قبول داریم، ما هم این حکومت نمیخواییم، مردم افغانستان هم این چهار تا رهبر و لیدر نمیخواین. وقتی که نمیخواین بیاین با مردم دست به دست هم بتین، برین به طرف همون میز مذاکره، یک حکومت موقت تشکیل بتین، یک حکومت صلح را که نامش گذاشته شده کیمیای یک شخص با دیانت و با خدا و با تقوا و وطن دوست که در طول 20 سال یک تیم ایجاد شده که در طول 20 سال غارت و چپاول نکرده باشن، اونا بیاین هم زمینه صلح را مساعد بسازن، هم زمینه انتخابات، هم بر یک حکومت خوب و سپردن کار به اهل کار و همچنان مدیریت جنگ و مدیریت کمک های جامعه جهانی این صورت بگیره تا ما از این مشکلات و از این چالش ها نجات. بله خب خقل تورسنوس محل که چیرته رختیا هم دلتا همده پش کردنه نشته سیاسیون سر لاس پر لاس ورکری او بالاخره یو واحد طرح باندې سلا وکړي که چیرته طالبانو سره خبرو ته هم حاضریږي نو دا د وړاندې شي. خو له هر څه څخه د مخه د اوربان غوښتنه د ولسونو هغه څه دي چې تل یې یادونه کړې، حکومت هم د اوربان یادونه کړې ده چې باید اوربان رامینځته شي او د اوربان په فضا کې دا کار وشي. خو طالب لوری بیا اوربان د خپلو هغو غوښتنو په قطار کې راولي چې نور غوښتنې تر دې څخه مخکې دي، هغه باید تحقق پیدا کړي. د دوی د بندیانو ازادېدل دي، د دوی د مشرانو د تور نوملړ څخه د نومونو ایستل دي. نو حکومت یو لړ مسایلو ته غاړه هم ایښې ده. که چیرته د طالبانو په خوشي کېدو سره سوله راځي نو دا کار به هم وکړي. په اساسي قانون کې بدلون ته هم غاړه ایښې، په ټاکنو کې د دوی راغوښتلو ته هم غاړه ایښې ده او وایي چې ګټونکی بایلونکی به ونه لري او مشارکتي نظام به رامنځته کېږي. نو څه فکر کوي چې اساسي ستونزه په څه کې ده چې موږ او تاسې د مذاکرې خبرې یا د مذاکرې میز تر شام مو هر څه پرېښي دي، اما د جګړې ډګر مو ګرم ساتلی؟ متاسفانه که به حساب هر دو طرف نمیخواین صادقانه و عاشقانه که در میز مذاکره بشینن، به خصوص حکومت. زمانی که ما مردم افغانستان آتش بس میخواه و همی حکومت هم آتش بس میخواه، ما از همی حکومت، از همی یک تعداد اراکین شان که مثل آقای مایب است، آقای صالح است و هم صالح همش، از اینا خواهش میکنم که از آتش بس زمانی که تقاضا میکنین شما زبان بس بکنین، حداقل زبانتان را کنترل بکنین، صحبت های تحریک آمیز نزنین، صحبت های تخریش آمیز نزنین تا این پروسه را به حساب زیر سوال ببرین. و زمانی که میگن که مخالفین ما هستن، خب با مخالفین اگر فشار میان، خب یک خواستای می داشته باشن، ناگزیر هستن شما به مسابقه که خود خطاب میکنن که ما نماینده های مردم افغانستان هستیم، به اساس انتخابات آمدیم که دروغین هم هست، ولی در حالتش همیره که جلوه میدن بناهن بخواست مردم افغانستان هم لبیک بگوید، اما بخواست هو طرف هم لبیک بگوید. بشینین یک بار در میز مذاکره، ای خو قانون است که هر دو طرف خواستهای بسیار بلند می داشته باشند، زمانی که با در میز مذاکره شیشتن یک چیز داده میشه، یک چیز گرفته میشه، یک چیز کم میشه، آستاستا ایج جرم مذاکره برمی است، نه ای که یک تعداد مفخور رفتن به نام شورای مصالح ملی در قطر شیشتن ماهانه پول های انگفته میگیرن از خون بیوزن و بیچاره و اردم شهید و از پول همی سرباز و افسر ما که در جبهات گشنه خوابیدن و گشنه و تشنه از کشور و از همی افراد اشخاص نابکار دفاع میکنن، از پول از زنا وجعش میکنن و وقت خود ضایع میکنن، حکومت هم همچنان. تا زمانی که ما صادقانه با یک تعهد با
با یک اراده به طرف مذاکره نریم و به طرف مفاهمه نریم و از همین چانس طلایی استفاده نکنیم، از غرور که دار پایان نشیم، که خود ما احتیاج محتاج نان، احتیاج محتاج همین کشورها که در طول 20 سال از همین فرصت طلایی ما نتانستیم کارهای اساسی و زیربنایی بکنیم، تا ما خود ما سر پای خود ایستاده میشدیم، تا ماش قوای مسلح خود ما میپرداختیم و در بالوش از همین جلوگیری از گمرکات از فساد میکردیم. آیا نهایت شرم‌آور نیست که خود وزیر مالیه میگه که روز 8 میلیون دلار در گمرکات فساد میشه، بغارت برده میشه؟ این ارقام است که خود از اونا میتن. آیا در شاروالی های ما چی خواد بود و در سایر نهادهای دیگه ما؟ پس ببینیم که ما در سال 3 میلیارد، حتی مطمئن هستم بالاتر حضور 4 تا چپاولگر و غارتگر و فساد پیشه میرن به جیب های خود میزنن، سرمایه گذاری به کشورهای دیگه میکنن، پول هم از این کشور میکشن و ایجا باز ما خود ما احتیاج امریکا، احتیاج بعض از کشورهای دیگه. اما یک اصطلاح عامیانه داریم که زور ما کم کار ما بسیار، باز میشینیم خود با امریکا و با جهان خود مواجه میسازیم. کاش که یک چیز باشینم و ما برم یه اراکین بلند پایه میگم بر آقای غنی، بر معاونینش، بر امی یک تعداده که امی کشور در علقی خود گرفتن، به دست خود گرفتن و به حساب رهبری بسیار ناکام میکنن، بر از اینا میگم که شما هم از امو امریکا آمدن، شما هم از امو انگلیس آمدن، شما هم از امو کشور من نکم فقط ترسن دیره دیره زیادت من نکم همین جای یک نقطه بله میره بانی پاسپورت های خارجی دارن و شما خود مواجه میسازن و ضررش مردم مظلوم و بیچاره وردم شهید ما میبینه، تلفاتش سربازای نازنین ما و افسرای پایین رتبه ما میبینه. من نکم ده مثبت بدلون په هیله کور مودن خاقلی ترسن چلی مکسرم و برخوا وقستلن. درنویدونکو خاغله حکیم تورسن د سیاسي چارو شنون کې او چې په افغانستان کې د جګړو او د یوشمیر ولسوالۍ او د سقوط په اړه د مسایلو سره بحث درلوده. لنډه دمه تر دمې وروسته بیا هم درنه میلمنه سره په بحث کړي.